دانش و دلدادگی. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. سلسله گفتارهای دکتر سید حسن اخلاق پیرامون تصوف و زیستن معنوی. نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر با پس گریز. پیش این الماس به اسپر میا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تازه و دوباره دوستان همراه و همدلان برنامه دانش و دلدادگی. خدای بزرگ را سپاسگزارم که دوباره مجالی داد تا در خدمت فرهیختگان ارجمند ارباب تأمل و تفکر و مراقبه باشم و سخن خود را در پیرامون مباحث معنوی و صوفیانه و معرفتی که شروع کرده بودیم ادامه دهم. در واقع ما سه جلسه اخیر پیرامون چگونگی ارتباط با پیامبر و مفهوم نبوت و کار کرده نبوت و شناخت نبوت در نگاه صوفیانه سخن گفتیم. نکته‌ای که مهم است و در واقع این را من می‌خواهم پایه‌ای قرار بدهم برای بحث امروز و رفتن به بحث‌های دیگری که با هم پی خواهیم گرفت، این است که پیامبر برای انسان است. پیامبر آمده است تا آدمی را کمک کند. شاید زیباترین تعبیر تعبیر قرآنی است که کلمه ولی را به کار برده است. ولی در معانی گوناگون در قرآن به کار رفته است. ولی نتیجه و برآورد از کاربردهای متعدد ولی در قرآن به معنای حمایت است، به معنای کمک است، به معنای سپورت کردن است. پیامبر در مفهوم اسلامی کسی است که میخواهد انسانها رو کمک کند. برای چی؟ دو نوع نگاه میتوان داشت. یکی نگاهی مبتنی بر پرسشگری، مبتنی بر شناخت، مبتنی این که پیامبر چه ایده و چه تصور و چه فهمی به بشر ارزانی میکند، یا در راه فهم به بشر چه کمک میکند. پیشتر گفتیم که انسان تنها موجود پرسشگر جدی هستی است. هیچ علامتی دیده نشده است که گاوان و شتران و فیلان و پشک ها و مورچه ها از چند و چون عالم و معنای زندگی و آغاز و فرجام هستی بپرسند. ولی این پرسشگری در وجود آدمی نهادی نشده است. پیامبر میخواهد کمک کند که این پرسش‌های بنیادین، پرسش‌هایی که معنای زندگی برای انسان‌ها را مشخص می‌سازد، اینها آدمی پاسخی به اونها بیابد، یا حداقل بیابد که چگونه با این پرسش‌ها روبرو شود. یک تعبیر عالمان سنتی ما داشتند، می‌گفتند فهم السؤال نصف الجواب. این که شما بفهمید پرسش چی هست، چگونه با این پرسش روبرو شوید، این خودش نصف پاسخ هست. این که شما بفهمید این پرسش آیا پرسش فلسفی است یا پرسش علمی، یعنی شما باید با تحلیل عقلانی سراغان بروید یا با آزمایش در کارگاه و آزمایشگاه، یا این که نه، پرسشی عرفانی است، شما باید به درون خود بروید و تأمل کنید و در خیش فرو روید تا شاید
روزنه گشوده شود و پاسخی پیدا شود. این که دانسته شود این پرسش دینی است یا فلسفی، یکی از بزرگترین معضلاتی که ما در جامعه داریم این است که اینها با هم درامیخته می شود، یعنی در همه چیز گدوهت شده است. برای پرسش دینی دنبال پاسخی فلسفی و برای پرسش فلسفی دنبال پاسخ دینی و برای هر دو دنبال پاسخی صوفیانه و عرفانی و برای هر سه دنبال نوعی جواب دهی مثلا روشن فکرانه یا مدرن. در همامیختگی اینها مشکلات معرفتی و فکری زیادی را ایجاد کرده است که حالا مجال اشاره بدان نیست. به هر صورت این یک مطلب است. انبیا آمدند، پیامبری آمده است تا به انسانها آگاهی ببخشد، تا به انسانها معرفت ببخشد، تا به انسانها نوع نگاه تازه ببخشد که به قول مولوی آدمی دیده است باقی گشت پوست، هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست. یا اینکه پیامبری برای این است که نه ذهن آدمی، نه فکر آدمی، نه شناخت آدمی را هدف قرار بدهد، بلکه اراده آدمی را، کنش آدمی رو، فعالیت آدمی رو اصلاح بسازد. با آدمیان بگوید که درست اندیشیدن، درست فهمیدن همه چیز نیست، بیشتر از آن درست کار کردن، درست عمل کردن و درست زیستن است. در واقع اگر نوع نگاه اول هدفش این است که بفهمد و بشناسد، نگاه دوم هدفش این است که انجام دهد، بشود. آیا پیامبر آمده است تا مرا فهم عمیق ببخشد یا مرا اخلاق نیک ببخشد؟ آیا ما برای فهمیدن اسرار عالم آدم باید به قرآن نگاه کنیم، یا برای اینکه چطور یک زندگی نیکتر و بهتر داشته باشیم؟ و البته می توان گفت که چرا شما جدایی می افکنید بین دانستن و انجام دادن، ولی در هر صورت اینها نگاه هایی است که وجود داشته است و مطلب ما این است که در واقع پیامبر برای انسان آمده است و می خواهد انسان رو یا ذهنش رو بازتر کند، ذهنش رو آگاه تر بسازد، ذهنش رو عالم تر بسازد، و یا اینکه اراده اش رو، تصمیمش رو، اعمالش رو، کنشهایش رو انسانی تر، اخلاقی تر و نیک تر بسازد. قطعا حدی رابطه است بین پندار و کردار و گفتار، ولی وقتی این تقسیم بندی رو میکنیم، یعنی در واقع هدف اصلی کدام است، کدام محور است، کدام مرکز است و کدام پیرامون است و دوران میچرخد. پیامبران در باب جهان، در باب چند و چون اول و آخر آدمی سخنها گفتن، و یا هدفش این بوده است که آنها را آگاه تر بسازد، یا اینکه هدف اصلی این بوده است اون سخنها ابزاری بوده است و ثانوی و در مرحله دومی بوده است برای که آدمیان زندگی با خوشبختی و آرامش و صلح و خیر و خوبی و احسان داشته باشند. این مسئله بود که از یک نوع نگاه دیگری، از یک زاویه دیگری در بحث های قبل، سه جلسه قبل پیرامون تصوف بحث کردیم. ولی اون نکته‌ای که این بحث ها رو به بحث های پیش رو و ادامه پیوند می سند این است که این یا خواست بنیادین برای آدمی است، خواست معناداری، خواست نیک بودن و آرام بودن و
محسن و نیکوکار بودن است، یا در واقع ذوق دانایی عظیم در آدمی است. هر دو یک چیز بنیادین در آدمی است. آدمی یا به دنیا نگاه میکند میگه چرا این همه ظلم است، چرا این همه من تلاش میکنم که خوبی کنم و بعد نتیجه کم میگیرم، چرا آنانی که دروغ و دغل پیشه میکنن به ظاهر کامیابترن، چرا آنانی که پاکی و نجابت و وفاداری و گذشت و احسان و ارزش های این چنینی را در زندگی پیاده میکنن در زندگی دنیوی به مشکلات بیشتری دچارن؟ یا این سوالات اساسی آدمی است، یا سوالات اساسی او این است که از کجا آمدم، جهان رو کی آفریده است، آفرینش چه معنایی دارد، نسبت من با آفرینش و آفریننده چیست، فرجام هستی چیست، فرجام من چیست. لذا در واقع با پرسش های مربوط به حوزه نظر و ذهن درگیر است. آن چیزی که مهم است این است که پیامبران آمدن که در این حوزه ها به کمک و ساپورت و یاری و حمایت آدمی بیایند. آنها نیامدند تا جانشین ذهن آدمی شوند، جانشین تفکر آدمی شوند، و نیامدند جانشین حس اخلاقی و خیرخواهی و ارزش‌های اخلاقی شوند. آنها آمدند تا این دو را حمایت کنند، این دو را بپرورانند، این دو را رونق ببخشند، این دو را توسعه بدهند. این اساس نوع نگاه به نبوت است. حالا گفتیم که صوفیان میگن این نوع نگاه رو چطور بپرورانیم، چطور این رو عملی کنیم، چطور در زندگی خود ما با پیامبر ارتباط برقرار کنیم، چه توقعی از او داشته باشیم، چه نسبتی با او داشته باشیم. و البته ادیان متعدد در این قسمت شکل گرفته است که از بعضی جهات اینها با هم نزدیکن، از بعضی جهات اینها با هم خیلی فاصله دارن. یعنی در واقع این هم یک سوال بسیار اساسی است. خیلی اوقات در این ساده سازی هایی که در روزگار ما می شود که براحتی می گویند دین، ولی هیچ تصور روشنی از دین ندارن. گاهی اوقات دین می گویند و منظورشان اسلام است، گاهی اوقات دین می گویند و می گویند نه، هر دینی، بودیسم، اسلام، مسیحیت، یهودیت، همه از یک قماشن. نه، چنین نیست. تفاوت‌های بسیار بنیادینی وجود دارد. علی‌رغم که همه اینها با این پرسش‌های بنیادین در حوزه نظر یا در حوزه اراده و عمل درگیرند، با این پرسش‌ها روبرویند، ولی در نوع باز کردن پرسش‌ها، نوع نگاه به موضوع متفاوتن. مثل اینکه شما یک بیماری میرید پیش دکتر، یک کسی خونریزی مغزی کرده است، همین رو وقتی شما پیش یک متخصص مغز و اعصاب میبرید، نوع نگاهش فرق دارد تا وقتی که اون رو پیش یک متخصص جراحی میبرید. مرحوم عبوی ما که خونریزی مغزی و سکته کرده بود، در واقع ما در یک فضای قرار داشتیم که تصمیم گیری فوق العاده سخت بود، باید چه کار کنیم. با دکتر مغز و اعصاب او سخن گفتیم. پیش از من برادر خورترم به او گفته بود که خب به هر حال ایشان نویسنده است، عالم است، برای ما مغز ایشان و ذهن ایشان و فکر ایشان خیلی مهم است، و کتابی از ایشان را هم برده بود به طبیب متخصص داده بود. بعد طبیب نوع نگاهش متفاوت بود با نوع نگاه جراح. یعنی در واقع جراح به ما میگفت که شما باید هر چه زودتر اجازه بدهید ما ایشان رو عمل جراحی کنیم، مغز رو عمل جراحی کنیم و خونهایی که جمع شده بیرون بکشیم.
من پرسیدم از جراح که چه مقدار احتمال موفقیت هست و پاسخ او این بود که 1%، به الا شما پدرتان را رفته بگیرید. بعد از دکتر متخصص مغز و اعصاب پرسیدم، میگفت بیمار شماست، تصمیم شماست و شما میکنید آنچه را که میخواهید، ولی اگر پیشنهاد من رو میپذیرید من میگویم به عمل جراحی نسپارید. به خاطر اینکه این تعبیر او آن دکتر بود، دکتر متخصص بود، میگفت فرق من دکتر نورولوژیست و متخصص مغز و اعصاب با دکتر جراح این است که آنها کاردشان تیزه است، ما حوصله من زیاد است. اونها میگه زود این لخته خون را از مغز بیرون بکشیم، ولی ما میگوییم نه، این بدن خودشون توانایی رو دارد که کم کم اون رو جذب کند و راه رگ بسته شده رو بکشاید. دونون نگاه پیش دوتا دکتر از یک شفاخانه، از یک منطقه، با یک نوع زمینه و بکگراند تحصیلی. حالا این در پیش دوتا دکتر متخصص ما نظرات گوناگون رو میبینیم و نمیتوانیم بگوییم که همه مثل همه، ولی در دین که با بزرگترین سوالات آدمی سر و کار دارد، به راحتی میگوییم که همه دین ها یکی هن و همه خوب یا بدن یا همه چنین یا چنان هن. حتی یک دین مثل اسلام، بودیسم هم این خاصیت رو دارد، مسیحیت هم، چون بحث های ما دین شناسی نیست من وارد بحث نمیشم. وقتی شما اسلام هم میگویید تازه مشخص نیست که منظورتان قرآن است، منظورتان سنت است. کجای سنت است؟ یا منظورتان صحیح مسلم و بخاری، صحیح مسلم و بخاری و سنن ابن ماجه و ترمذی است، یا اصول کافی و من لا یحذره الفقیه، یا بهار الانوار؟ آیا نوع نگاه غزالی را میگویید، یا نوع نگاه فارابی را، و یا نوع نگاه ابوالحسن اشعری را، یا نوع نگاه قاضی عبدالجبار معتزلی را، یا اسلام سید رضی و سید مرتضی را، شیخ مفید را، یا شیخ صدوق را؟ خیلی براحتی میگویند این چنین و این چنان و این چنین نیست. مدیان تفاوت‌های بنیادینی با هم دیگر دارند و مثلا در موضوع همین پرسش بنیادین آدمی چیست؟ آدمی در این دنیا نقطه مرکزی دغدغه‌اش چیست؟ پرسشی که هر کس باهاش روبرو شود چیست؟ مسیحیت میگوید پرسش اساسی رستگاری است. آدمی نیا احساس ضعف میکند. جامعه انسانی گرفتار عصیان است، گرفتار ضعف هاست، جرم است، جنایت است. خیلی اوقات آدمی تصمیم میگیرد که موفق باشد ولی موفق نیست. شکست های ما در زندگی بیشتر از کامیابی های ماست. اینکه از دیگری بکنیم بیشتر در ذهن ما میاید تا به دیگری بدهیم. اینکه توقع داشته باشیم دیگران برای ما فداکاری کنند بیشتر از آن است تا خود ما بخواهیم برای دیگران فداکاری کنیم. این نشان از یک معضلی در ذهن و ضمیر آدمی دارد. اون معضل، معضل درونی و اساسی و بنیادین بشر رو اسم مسیحیت اسمش رو میگذارد گناه ازلی. گناه که از هنگامی که ما به دنیا میاییم، پدران ما به دنیا آمدن، اجداد ما به دنیا آمدن، با خود حمل میکنن. و عیسی آمده است تا ما رو از این گناه ازلی و از این گناه ذاتی و از این گناه جبلی و طبیعی که ما به ارث میبریم، ما با زایش با آن دوگانه ایم. به قول ایرانی ها دوقلوییم، به قول ما افغان ها دوگانه ایم. از این جدایی پیدا کنیم، باید یه زاویه دیگری پیدا کرد تا اون
یگانه اون چسبیده ما، اون قلوی دیگر، اون دانه دیگری که با ما همراه است او جدا شود. یک چنین زایش تنها از طریق تسلیمی و باور به مسیح امکان دارد. این یک نوع تصویر از عالم است، یک نوع تصویر از انسان است، یک نوع تصویر از جهان است که نقطه که انگشت رو بر نقطه تاریک زندگی انسان ها میگذارد، بر نقطه بدبختی و جهالت و کور جوامع میگذارد. از داخل این تمدن خربی برخواسته است، از داخل این تفکر ماکیاولی برخواسته است، هابزی برخواسته است. در این کانتکست است که فهمیده می شود چرا اصل این است که انسان ها گرگ هم دیگرند و ما باید اونها را به اندازه مواظب باشیم و الا هم دیگر را می ترند و الا متوقعند و الا آمادند که بچاپند بگیرند. ببینید نوع نگاهی که به انسان دارد نگاه متفاوت است. یک درجه پایین‌تر ولی گسترده‌تر از این با یک نگاه متفاوت رو بودیسم دارد. بودیسم نمیگوید که انسان‌ها با گناه ذاتی و ازلی و جبلی و فطری به دنیا آمدند. به جای این که به یک امر متافیزیکی، به یک امر تحلیلی، به یک امر عقلی نگاه کند که خب بدبختی ها زیاد است، احساس ضعف ها زیاد است، حسادت ها زیاد است، بغاوت ها زیاد است، زیر پای همدیگر زدن ها زیاد است در جامعه انسانی، به جای این که این نوع نگاه کند یک مقداری سعی می کند که پدیدار شناسانه نگاه یک مقدار میکوشد تا نگاه کند که در جوامع انسان ها گرفتار چی هن؟ بگذاریم از این که آیا نیت خوب دارن یا بد، آیا با توقع و امیدهای از دیگران زندگی میکنن یا بی توقع، آیا خود اکتفان و خود بسندن یا احساس ضعف میکنن، آیا احساس گناه دارن یا احساس غرور و احساس قوت. گذشته از این نوع نگاه ها بیاد ببینیم انسان ها مریض می شون، رنج از بیماری. آدمی دوست دارد همیشه شاداب باشد، آدمی دوست دارد همیشه با تراوت باشد، با انرژی باشد. آدمی بیحال می شود، آدمی کسل می شود، آدمی خوابش می گیرد، بی حوصله می شود، آدمی بیمار می شود. آدمیان باید بیمارستان ایجاد کنند. از خیلی چیزها آدمیان رهیده شدند، از بیمارستان نتوانستند رهیده شود. آدمی گرفتار کهولت سن می شود، آدمی بزرگسال می شود، رمق خودش رو از دست می دهد، چشمش شروع می کند ضعف یافتن، گوشش تیزی خود رو از دست می دهد، رنگ و رویش دگرگون می شود، برگونه ها و زیر چشمه ها و پیشانی و هزاران جای دیگر نشان شکست، نشان عمر، نشان گذر و نشان آماده شدن برای رها کردن این دنیا آشکار می شود. به تعبیر حکمای اسلامی گاهی اوقات آدمی به عرض العمر می رسد. آنها می گفتند نقطه ای از زندگی که آدمی حافظه خودش رو از دست می دهد، آدمی تمام توانمندی خودش رو از دست میدهد، یک به تعبیر عوامانه میگن گاه خود عمر طولانی موجب میشه دوباره آدمی طفل شود.
دوباره برای خصوصی ترین نیازهای شخصی خودش نیاز به کسی پیدا کند که از اون مراقبت کند. من یک وقتی رفتم به این خانه سالمندان در دی‌سی، چند تا از این سالمندان رو دیدم، واقعا تکان خوردم، واقعا گفتم خدایا نمیخواهم من به چنین عمری به چنین وضعی برسم. تمام غرور، عزت، کبریا، ادا و ادبار، شکوه و شوکت، خواب و رؤیا و ژست ها فرو میرسد. این چه کس است؟ کوچک شدن است. لذا در بودیسم میگوید بیماری رنج است، کهولت رنج است، ولی در کهولت هم نمیماند، آدمی میمیرد. آدمی نیست میشود، آدمی تمام کسانی رو که با آنها اونس گرفته است رها میکند، با کت یمین و عرق جبین، با خون دل چیزی جمع میکند، تازه صاحب قصر میشود، صاحب خانه میشود، صاحب فرزندان میشود، صاحب نوادگان میشود، صاحب عزت میشود، صاحب دوربری های میشود که او را یک لاقبا نمیخوانند، او را نمیگن که تو بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداری، کسی شده است، ولی باید ترک کند، ولی باید از این دنیا برود، مرگ به سراغ او می آید. این یک درد است، این رنج است، ناتوانی رنج است، بیماری رنج است، مرگ رنج است، فقر رنج است، مستمند بودن رنج است، دست نیاز به سوی دیگران. آن چه کند شیران را رو بزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. بودیسم به اینها نگاه میکند، میگه اینها رنج است. بودا میآید، بوداییت میآید تا ما را از این رنج ها رها بسازد، به آرامش برساند، به سکون، به نیروانا، به جایی که دیگر خم نداشته باشی، غصه نداشته باشی، نگو این از دست میرود، این رو نمیتوانم به دست آورم، توقع نداشته باشی. ببینید این یه نوع نگاه دیگری به عالم، چطور شما این رو با مسیحیت که اون نوع نگاه داشته که میذارید؟ پس بودیسم یه مقداری از اون بدبینی که مسیحیت داشت که آدمی رو گرگ دیگری میدید، دچار گناه ذاتی، به یک نوع بدبینی طبیعی و عمومی تر فرو میگاهد، میگوید که نه آدمی یک مشکل درونی دارد که از این چیزهایی که به او رو می آورد رنج می برد، لذا بر این مشکل درونی، بر مشکل خواهش، بر مشکل طمع، بر مشکل آرزو آدمی غالب شود، مشکلش حل است. اینها چیزهایی است که در جهان هست، ما نباید توقع دیگری داشته باشیم. مرحله سوم اسلام است. اسلام یک نوع نگاه کاملا متفاوتی با این دو دارد. یعنی در واقع اگر رستگاری، اگر رهایی از گناه در مسیحیت اصل است و اگر رسیدن به آرامش و سکون محور و مدار بودیسم قرار دارد، در اسلام خوشبختی جایش رو میگیرد، سعادت جایش رو میگیرد، لذت بردن از زندگی جایش رو میگیرد، لذت جاودانه از زندگی بردن. انسان دیگر نه موجود گناهکار است، نه این جهان جهانی است که درد و رنج و ضعف ارزانی و شرم میکند و تا آدمی به کامیابی میرسد او را ناکام میسازد، بلکه چیزی تحت عنوان خوشبختی مطرح میشود که در واقع
نکته اساسی برای فهم اسلام هست و مسئله سعادت. خب اینها رو من مقدمه میخواستم بسازم برای ورود به یک بحث دیگری که خود طولانی شد و این رو میگذارم برای جلسه بعد با 3-4-5 بیتی از مولانا صحبت رو به پایان میبرم. باز کردم از قضا این ابیات آمد: چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن؟ چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن؟ گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. در منو سخت کردستی تو دست، هست این جمله خرابی از تو هست. امیدوارم که کیمیای معرفت و حکمت انسانهای معنوی همواره حامی و یار و ولیتان باد. تا جلسه بعد و سخن بعدی شما را به خدای پاک و مهربان می سپارم. درود و بدرود.